سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم. ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر آفتابی اما سرد واشنگتن. در تفسیر خبر چون شماره‌های پیشین این برنامه بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه را که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران می شود. پیامدهای عملیات تروریستی فرانسه، قتل 12 روزنامه‌نگار به دست اسلامیون افراطی در فرانسه. آنچه که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی می گوید در حالی که قیمت نفت همچنان رو به کاهش دارد و سفره مردم همچنان خالی تر می شود، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در پی محدود کردن بهره‌مندی جوانان ایرانی از تکنولوژی ارتباطات است. و آنسوتر پیشنهاد آقای حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مورد همه پرسی و خبرهای دیگر. با من و شما هستند چون جمعه شبهای پیشین در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در لس آنجلس کالیفرنیا آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به جناب چالنگی عزیزم، به دکتر سازگارای عزیز و به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا، به ویژه بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا سلام به شما در کالیفرنیا. هوای خوب کالیفرنیا. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های چالنگی، های دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی و عذرخواهی میکنم از اینکه مقداری غیر رسمی حاضر شدم به دلیل این مسافرت. یعنی از زمانی که آقای نوری‌زاده مسافرتش قطع شد و آوردن کروات، دیگه شما هم کرواتاتون کمتر نمیخواد؟ نه، فراموش کردم برای این مسافرت همراهم بیارم. آقای چالنگی عذر میخوام. نه، آقای نوری‌زاده به قدر کافی ذخیره برای ما گذاشتن. آقای نوری‌زاده ببینید، در تهران کنفرانس وحدت برگزار شد. بله. تصویری که منتشر شده همه عالم و آدم دیدن، اهل سنت یک طرف، شیعیان طرف دیگه، نماز خوندن در کنفرانس وحدت. بله. آیا واقعا حکومت ایران خواستار وحدت هست؟ اگر هست چرا ما حتی یک مسجد اهل سنت در تهران نداریم؟ چرا حتی در همین چارچوب حکومت ایران یک وزیر اهل سنت نداریم یا مقامات دیگه؟ جناب چالنگی، وزیر پیشکششون، بگید مدیر کل، بگید مدیر کل، بگید یک دونه تیمسار اهل سنت داشته باشیم. بنده کسی رو دارم از بستگان خودم، تمام شایستگی های این که به درجه سرتیپی برسه داشت، اما به خاطر اینکه پدرش از اهل سنت بود، ایشون موفق به گرفتن درجه نشد و در همون درجه سرهنگی سالها نگرش داشتن تا بازنشستش کردن. این یه چیز خیلی، ببینید ما درست با زمان شاه اسماعیل صفوی روبرو هستیم، با این تفاوت که آدمخوری ها حالا به شکل مدرن اجرا میشه، محرومیت، محروم کردن آدم ها به شکل مدرن. چند روز قبل اعلام کردند که هواداران سید صادق شیرازی در قم تظاهرات کردند روز 7 ربیع الاول به اسم روز عید الزهرا،
که البته این در عراق میگن عید الزهرا و روزی است که خلیفه دوم به قتل رسیده و اینا گفتن که بله شادی کردن و ماموران جلوشون رو گرفتن. همون روز تلویزیون ولایت وابسته با آقای ناصر ابوالمکارم شیرازی که میلیون ها دلار هزینش رو دفتر مقام معظم رهبری و آقای ناصر مکارم تأمین میکنن، آنچه جفا بود نسبت به اهل سنت انجام داد. ده ها شبکه در عراق و جاهای دیگه هستن. حالا اینا انگشت گذاشتن رو شبکه های آقای شیرازی، اونم نه به خاطر اینکه اینا شیعه متعصبن غم زنی رو ترویج میکنن، نه، چون ولایت فقیه رو قبول ندارن، چون حرفاشون با نظام در تعارض است. به هر حال آقای محمد تقی مصباح یزدی بدترین ناسزاها رو به اهل سنت گفته و ما دیگه شخصیت مولوی عبدالحمید رو میدونیم، یک انسان وارسته معتدل آزاداندیشی که تلاش میکنه این اختلاف ها به جنگ و اینا منجر نشه، ولی نظامی که داره اصحاب اهل حق فیلق بعد سپاه بدر و جیش المجاهدین رو تو عراق رهبری میکنه و مطابق اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شده هم کردها تاییدش کردن هم عرب‌های سنی، وقتی این نیروها وارد منطقه‌ای میشن که پس میگیرن از داعش، خودشون به ویران کردن خانه ها، قتل عام مردم، اسیر گرفتن، تعرض به زنان و دختران سنی انجام میدن، پس تفاوتی با داعش ندارن. منظورم اینه که نظام ذهنیتش یه ذهنیت عوامگرایانه مذهبی قائل به تبعیض هست. اینا تو دلشون اهل سنت و مسلمون نمیدونن، دروغ میگن. الان من روزنامه جلومه که بله این وحدت و توجه به خدا و الله اکبر بود که شما را پیروز کرد امام خمینی، آغاز هفته وحدت رو به تمامی مسلمانان جهان تبریک میگیم. دروغه، فریبکاریه. در سوریه رفتن گفتن برای حمایت از حرم حضرت زینب در برابر سنی ها، کجا حرم حضرت زینب مورد تعرض قرار گرفت؟ سنی ها به حضرت زینب بیش از ما احترام میذارن و یا به حضرت زهرا. و این نوع تبلیغات و این نوع بازی رژیم اون وقت میخواد نماد وحدت هم باشه. اجازه بدید در پایان حرفم چند تا یه تیترای کوچولوی دیگه هم براتون بخونم تا هممون بفهمیم که در اون آلیس در سرزمین عجایب چه اتفاقایی. رئیس جمهوری سوریه خواستار گسترش همکاری اقتصادی با ایران شد. آیت الله رفسنجانی موج نفرت از صهیونیست‌ها دنیا را گرفته است. امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه بحرین هشدارهای لازم را در مورد آزادی شیخ سلمان جدی بگیرد. به تو چه؟ افخم ارتباط رسانه‌ای تهران کابل مکمل مناسبات دو همسایه است. نه، در کابل و افغانستان رسانه ها آزادن، 80 تا تلویزیون هست، 140 تا رادیو هست، ده ها روزنامه است بدون سانسور. در جمهوری ولایت فقیه سانسوره. و سرانجام بازگشت فریمای فرجامی پس از 11 سال به سینما، اینو میگن سرزمین واقعا واندرلند. غیر از این نمیشه به سرزمین ولایت فقیه نام داد. شما اشاره کردین آلیس در سرزمین عجایب، به سرزمین عجایب بودنش به جای خودم، آلیس در این وسط کی هست؟ شاید خانم معصومی ابتکار رو نه بزن. آلیس شیخ صادق خلخالی بود، حالا باید پیدا کنیم رئیسی والا صادق لاریجانی کدومشون هست. برحال من اشاره من به محیط زیست است که همین امروز هم گزارش های زیادی بود که در محیط زیست در ایران محیط زیست چقدر قربانی میگیره، چقدر آلودگی هوا باعث مرگ و میر شده در این ور اون ور و کشور. ببینید آقای سازگارا، از هوای آلوده باعث مرگ میشه، تا برنج آلوده، تا داروهای مصرف تمام شده تقلبی، تا ده ها مورد دیگه ما از در این زمینه ها داریم. درست، اینها به کنار، قیمت نفت داره میاد پایین. درست که از قیمت نفت چیز آنچنانی به مردم در سطح ملی نمیرسید موقعی هم که بالا بود. همه اینا به کنار، همه این مشکلات هست، روز به روز هست، اما اینا کنار گذاشته میشه و وزیر دادگستری و بقیه عناصر ناجا و ماجا و امر به معروف رو میگن ما حمایت میکنیم. فرمانده پلیس، وزیر دادگستری هم پاشو کرده توی کفش که ما جلو اینترنت و واتساپ و
وایبر و اینا رو خواهیم گرفت. اینا بسیار مردم دارن شکایت میکنن. جلوی آقای درخشانی هنرمند بزرگ مملکت ایران رو برای بیرون رفتن کنسرت میگیرن. آیا مملکت امور مهمتری نداره بهش رسیدگی بشه؟ بله، من اجازه هست یه جمله راجع به اون وحدت عرض بکنم. سالها پیش که این داستان هفته وحدت که بین دو روایت تولد پیامبر اسلام رو هفته وحدت اعلام کردن، این آقای صالحی نجف آبادی نویسنده اون کتاب شهید جاوید که خیلی هم فحش خورد سر اون کتاب و بحث ترور و اینها مطرح بود، یک حرف اغلایی زد. گفت آقا بالاخره ساده ترین چیز برای اینکه بین شیعه و سنی وحدت برقرار باشه اینی که قبول بکنی اون یکی طرف به بهشت میره و اهل جهنم به دلیل باورش نیست، و این قدم رو روحانیت اهل سنت برداشته و شیخ الازهر شیعه را هم یکی از شعب اسلام اعلام کرد سالها پیش و این قدم رو برداشت و بنابراین به رسمیت شناخت. این کار رو هنوز روحانیت شیعه نکرده و هنوز این یه قدم ساده رو بر نداشته که بپذیره آقا اهل سنت اصلا مسلمانن و به بهشت خدا راهشون میدن، چه رسد به این که حالا وحدت بکنن و یا سایر اموری که آدم واقعا شرمش میاد. بگذاریم از این که آقای چالنگی، اصل ماجرا بحران جانشینی که بعد از پیامبر در مدینه ایجاد شد، موضوعی متعلق به 1400 سال پیش که خود صاحب عله، خود علی کوتاه اومد، خودش رفت وقتی همسرش فوت کرد رفت بیعت کرد، خودش با پشت سر اونها نماز خوند، خلفای دیگه دختر به هم دادن، ازدواج کردن و این ماجرا در واقع بعد از 1400 سال شما بیا یک شکاف در دنیای اسلام ایجاد بکنی با این الفاظ زشت، با این توهین به و لعن به افراد محترم دنیای اسلام و این قبیل حرکاتی که واقعا آدم دلش به درد میاد که دنیا به کجا میره و حضرات در چه فکره. اساسا چرا باید این داستان آقای سازگاراله بس به اینجا که میکشه این مسئله مطرح میشه؟ چرا اساسا باید زمینه وجود داشته باشه که قرار مردم یک کشور بر اساس موضوعی با هم وحدت بکنه بر اساس دین باشه و مذهب باشه؟ مگه بقیه کشورها، مگه در این آمریکا مردم با هم دیگه یه قوانین فدرال دارن یه قوانین ایالتی دارن دیگه؟ بر اساس دین اگر میخواستن به وحدت برسن تو همین آمریکا هم به هیچ وجه نمیرسیدن. بر اساس قومیت هم میخواستن برسن به هیچ وجه. ملتی هستن در یه جغرافیه با هم زندگی میکنن، ایرانی ها که این مشکل به این شکل حاد داشتن که امروز دارن در تاریخ معاصرشون. دقیقاً، یعنی این که ما ایرانی ها با فرهنگ های متنوع، با گوناگونی پیشینه های نژادی، با گوناگونی زبان ها و باورها و ادیان، یک ملت متکثر و پلورالیستیک در یک سرزمین قرن ها با هم زندگی کردیم. اساس زندگی ما با هم منافع ملی ایران باید باشه، نه اینکه بخوایم حالا روی مسائل که تنوع رو دامن زده بخوایم حرف بزنیم که خود این تنوع نعمت به جای اینکه بخوایم اسباب اختلاف درست بکنیم. ولی این قدم که شما بیایید در دنیای اسلام بگی آقا امروزه در سال 2015 میلادی احتیاج نداره آدم ها بر سر عقایدشون با همدیگه بجنگن، یا این فجایعی که مثلا در فرانسه اتفاق افتاده، یک عده تروریست تیغ به روی
آزادی، آزادی بیان و عقلانیت و انسان مدرن میکشن اتفاق بیفته. این درد دنیای اسلام به نظر من، و اونم در مملکت ما آقای چالنگی، که ما مولوی رو در اون کشور داریم، ما حافظ رو داریم در اون کشور، ما بر سر سفره بزرگانی نشستیم که اینها وحدت عالم وجود رو به وحدت خوندن، ما بر سر سفره کسانی نشستیم که اساس با جهانبینیشون عشق بوده، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد به قول حافظ. و این تفکر که در دل ما، در باور ما، در فرهنگ ما خیلی خیلی عمیق، عمقش اصلا کمتر از عمق دین و باورهای دینی رایج نیست. اون وقت تو این کشور شما بیای یک دعوای که خیلی هم طبیعی از نظر بنده، این وجوه نه جزو دینه نه ربطی به باور به خدا و آخرت داره. بالاخره پیامبر یه وجهش هم این بوده که هیچ مغایرتی هم و التزامی هم با پیامبریش نداشته، تا حادثه تاریخ بوده، ایشون قومش در مکه بهش ایمان نیوردن، ناچار شد هجرت کنه در مدینه، یک بساط سیاسی و حکومتی شد، میتونست به گونه دیگه ای باشه. بعد از اینکه فوت کرده بحران جانشینی بوده در همه نقاط، هم ده آدمیزاد آدمه، اون بحران مال اون دوره بوده، به نوعی هم تموم شده. و خود میگم خود بزرگانی که در اون دوره بودن مدیریتش کردن و حلش کردن. حالا ما بعد از 1400 سال بیایم موجبی بشیم و خنده دارش این نیست که یه دونه نماز به جماعت نمیتونن با هم دیگه بخونن. بله، با هم دیگه. نکته رو که اشاره کردن آقای سازگار مولوی و بقیه رو اشاره کردن، در تاریخ فرهنگ یا هر عنوان دیگه بهش بدین، ایران ابوالحسن خرقانی در عرفان عارف معروف هست، در تذکرت الاولیا در وصف ابوالحسن نوشته آمده که بر سر خانقاهش نوشته بود هر که از ره میرسد نانش دهید، از دینش مپرسید. و این بوده. حالا تا چند از مولوی، این یک بحثی است، من امیدوارم روزی راجعش صحبت کنیم، که تا چند از مولوی، حافظ، فردوسی، ابوالحسن خرقانی اینها مظهر فرهنگ ملی ما هستن. من اینو به عنوان سوال مطرح میکنم، نه کاملا تایید و قابل بحثه. آیا اینکه فردوسی گفته من یازار موری که دانه کشه است، نشان دهنده این هستش که ما در فرهنگ ما به مورچه آزار نمیرسانیم، یا اینکه درست برعکس، چون آزار میرسانیم هست فردوسی بر حذر داشته؟ یادمون نره که آقای سازگار و بچه ها، حتی نسل من همین الان هم در لونه مورچه ها آب میرسیم. این بحثیست مفصل، روزی راجبش خواهیم پرداخت، چون هیچ شاعر بزرگی در هیچ جای کشورهای در آمریکا و اروپا جایی نمیبینیم که بگن که به سگ‌ها و گربه‌ها آزار نرسانید، چون نمی‌رسانید. بله. من بگه آقای چالنگی فرصت آقای نوری‌زاده عذرخواهی می‌کنم. ولی بابت مطلبی که گفتید، واقعاً این حضرات علت این که انگوش گذاشتن روی وایبر و واتساپ و نمی‌دونم هانگو و غیره، این شبکه‌های اجتماعی، اصل مشکلشون رک و راستش این است که اینها از قدرت اطلاع رسانی و ارتباط برقرار کردن و شبکه سازی این شبکه‌های اجتماعی میترسن، چون استبداد مردم رو منفرد میخواد، استبداد باید مردم رو تک تک بکنه، از بترسونشون، چون میداند اجتماع مردم در واقع نقطه مرگ اوست. به این دلیل حالا شاخشونه دارن میکشن این شبکه ها رو ببندن. و جالبم هست، فیسبوک رو که این همه اینا فیلتر میکنن، بچه ها به راحتی میان توش مشارکت میکنن، و امروزه با مسئله فیلتر شکن ها، وی پی ان ها و غیره، خیلی خوب دور میزنن اینها رو، حرکت میکنن، ارز خود میبرن و زحمت ما میدارن. یعنی این مثل ماهواره که بعد از 20 سال مبارزه که کردن، خودشون اعتراف میکنن که بیش از 51 میلیون ایرانی ماهواره نگاه میکنن، و فرمانده نیروی انتظامی یه بار گفته بود که ما هر جا میریزیم جمع میکنیم، متوسط یک هفته طول میکشه مردم دوباره تمام تجهیزات رو
میارن و سر جاش میذارن. این داستان شبکه‌های اجتماعی هم همین جوره و به قول شما به جای اینکه دردهای بزرگ اون کشور و مشکل در رأسش مشکل اقتصادی رو و فساد رو بخوان بهش بپردازن، دنبال این هستن که عوض همه چی مانور دارن تمرین میکنن، نمونه سازی بکنن، بگن چهار منطقه تهران پیچیده است، دارن تمرین میکنن چجوری به جون مردم بیافتن کتک بزنن، مبادا صدای مردم از گرسنگی و ناداری و فقر در بیاد. دنیای شیعه و سنی، دنیای اسلام در برابر اون چی که در پاریس رخ داد، 12 نفر رو کشت، چرا صدای قوی شنیده نمیشه از دنیای اون چی که دنیای اسلام نامیده میشه، از رهبران مذهبی؟ نه اینکه میگن این تروریست ها تعداد اندکی هستن، اونها که بیشتر هستن چرا عکس العمل نشون نمیدن؟ دیشب آقای چالنگی، دیشب دوست نویسنده من آقای مشاری دایزی که قبلا خودش یکی از متفکرهای افراطی بود و سلفی ولی برگشت و امروز یک روشنفکر آزاده است، داشت در تلویزیون العربیه تو برنامه پانوراما تجزیه تحلیل میکرد، میگفت واکنش‌های ما در برابر این موضوعات سه گونه است. یکی خیلی خجولانه سعی میکنیم کسی نفر، بله محکوم میکنیم اما، مثل جمهوری اسلامی خانم افخم، محکوم میکنیم اما نباید به مقدسات اسلام توهین شود. دومی ها میان قاطعانه محکوم میکنن، ولی خب در برابر اون موجی که ایجاد میشه دیگه محکوم میشن، اونا محکوم میشن. سومیا کسایی که میان توجیه میکنن، یعنی مثل اون دسته اول، منتها این توجیهگرا حداقل شجاعتشو دارن علنی توجیه میکنه. بعد اشاره میکرد، میگفت آقا از کتاب خانم منتها مجری برنامه، گفت آقا از کتاب اول درسی ما داره به ما میگه اگه یه جا دیدی به دینت تعرض شد، نمیدونم به مقدسات، برو خودت جلو ترتیبو بده. گفت وقتی دارن اینو به ما یاد میدن، وقتی رژیم جهل و جور و فساد میاد میگه که آقا ناهیانه از منکر و آمرانه به معروف جایزم بهشون بدیم تو مجلسمون و اسید به خانوما میپاشن و بعد از 3 ماه هنوز یکیشون هم پیدا نکردن، اما بچه های گروه هپی رو 6 ساعته همشون رو پیدا میکنن، این بذریست یا این ریشه فسادیست که در نفل شاتو رفت، کاشته شد و بالا اومد. نکته رو براتون بگم، وقتی آقای خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو داد، یادتونه یه عده همه ما جمع شدیم یه اطلاعیه دادیم بیرون که همونم عاملی شد برای اینکه خدای ما هم بریم اسممون زیرو. اما در جهان عرب و اسلام خیلی از خمینی حمایت کردن، خیلی ها در جهان اسلام گفتن آقای خمینی حق داره. برخورد غرب هم غیر بریتانیا که روابطشو قطع کرد، محکومیت و غیره، ولی چیکار کردن؟ سلمان رشدی حالا زندگیش عوض شد، ناچار شد از انگلیس بره، بدبخت بره، حالا آواره شد، حالا پولدار شد، اینو کاری ندارم، ولی زندگیش به هم خورد، خانوادهش از هم پاشید، همسرش ازش جدا شد، خیلی اتفاقای دیگه افتاد به خاطر فتوای یه آدمی که اصلا نه این کتابو خونده بود، نمیدونست مضمون این کتاب چیه. یه نفر رفته بود بغل گوشش گفته بود آقا کجا نشستی؟ این گفته پیغمبر مثلا در روسپیخانه رفته، بدون اینکه اصلا شخصیت ماهوند رو بشکافن ببینن چیه، یه رمان روایت سورئالیستی چیه. الان ما آنچرم که داریم میبینیم در فرانسه اتفاق افتاد، اینا همه بر میگرده به این مسئله. شما یادتونه سر کاریکاتورهای اعانت‌آمیز در دانمارک یه دفعه گفتن آقا کره و پنیر و غیره دانمارکی رو نه، این یعنی ممارست سانسور از راه دور با ریموت کنترل. در جهان عرب و اسلام ببینید، تا زمانی که حکومت ها میخوان حقوق بازی کنن خودشون، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، اما تا یه کاریکاتور یه جا چاپ میشه، بله این اهانت به دینه، نباید به عرصه دین. روزی چند تا کاریکاتور در غرب و شرق چاپ میشه راجب موسی، عیسی، بودا، راجب همه، کسی میره آدم بکشه، بله تو حداقل حق داری که اعتراض بکنی، میتونی بکنی، ولی تو جلو آزادی بیان نمیگی. یه کارتون چاپ شده بود دیروز بود مثلا که خیلی جالب بود، سر و بریده بود
ولی از تو گلوی زبون اومده بود جلو، تبر خونی اون شکلک داشت در می آورد. نمیشه کارتونه که شما نمیتونید نه. چالی ابدو رو میزنی همشون رو میکشی، با کانارانشنه چه میکنی، با همین بچه هایی که امروز 1,000,000 تیراژ این روزنامه رو در آوردن. ببینید به نظر من این نیاز به یک نهضت بزرگ در جهان اسلام داره. خوشبختانه رسوایی اخوان المسلمین که اونا هم همینطوری، همین رفیق من میگفت مشاری، گفت آقا برگردید به اندیشه های اخوان المسلمین، برگردیم از ابتداشون نگاه کنیم. سید قطب عین شریعتی دقیقا توجیه میکنه آدم کشی رو و مذهب و کروات گذاشتن و اومدن و قدرت رو گرفتن و به اسم مصطفی و دین اسلام حکومت کردن. دقیقا حسن البنا اساسی رو میذاره، یه دیوانه به نام آقای میرلوهی، نه میرلوهی که لقب نواب صفوی بر خودش گذاشت، اون میاد تو ایران دنبالش رو میکنه، بعد میره اونجا، بعدم میفته به دست آقای خمینی و جمعیت مؤتلفه و آقای انواری و صفار هرندی و آقای واحدی و غیره و غیره. این مجموعه ها این اندیشه رو در ایران میارن و بعدم میرسه به انقلاب اسلام، کشتن منصور و غیره و به انقلاب اسلام. امروز کسروی تو حجیر و بله همه رو زدن کشتن، یعنی خیلی حسین فاطمی رو سوء قصد کردن. یعنی اینا اصولا فرقی نمیکنه طرف ملی باشه، چپ باشه، معتدل باشه، این موج آدمکشی اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه سلفی و ولاییش باید محکوم کرد و در برابرش ایستاد و جهان رو از شر این مفسده و این ویروس نجات داد. چه رهبرش البغدادی باشه، بن لادن باشه، در خمینی باشه، فرقی نمیکنه، باید این مفسده برچیده بشه، چا هم جهان اسلام هم جهان نفسی به راحتی بکشه. کی، و در قرن 21 چطور باید برچید؟ این که باید برچید بشه ایستادن آقای، یعنی روشن فکرهای ما الان نباید سکوت کنن. دیروز تو ایران خواستن تظاهرات بکنن، رژیم جلوش رو گرفت، ولی الان تک تک امروز دارن اطلاعیه میدن. باید یک موج جهانی ایجاد بشه که آقا ما مسلمونیم ولی ما اسلام ناب انقلابی محمدی سیاسی نمیخوایم، دین مال خود مردمه. پریروز جنرال سیسی رئیس جمهوری مصر کار خیلی زیبا کرد، پاشد رفت توی کلیسای بزرگ مصری ها قبطی ها و سخن گفت و گفت اینجا همه مصری هستیم، نه مسلمان نه مسیح، مصری هستیم. این واژه باید جا بیفته که آقا من ایرانی هستم، نه شیعه نه سنی، نمازم بخوام بخونم میرم پشت سر مولوی عبدالحمید میستم نماز میخونم، هیچ اشکالی هم برام نده. نه تهران که تأکید کردن که آقا ببینید و آگاه باشید که اون ور سنی هستن، ما این ور شیعه هستیم، هیچ ارتباطی به هم نداریم، عکسی که منتشر کردن این است. اما آقای نوری‌زاده صحبت اخوان المسلمین شد، پیروانش قاتلانی که بسیاری رو کشتن از متفکر بزرگ ایران احمد کسروی گرفته تا بیایم برسیم حسن علی منصور. این یک دوره از تروریسم هست در ایران و یک دوره دیگه شما ببینید قاتل آقای شاپور بختیار، قاتل دکتر شاپور بختیار بله. رو چطور در تهران استقبال میکنه آقای قشقاوی گل میده دیگه. به اتفاق میبینیم این فیلم ویدئوی کوتاه رو، شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم، امروز خوشحالم که به عبارتی بهش رو پیدا کرد. خب آقای سازگارا ببینید چنین اقداماتی که حکومت تهران انجام داد در عملیات تروریستی حزب الله حامی درجه یک بود، استقبال از قاتل رسمن قاتل دکتر شاپور بختیار، تاج گلی که حلقه گلی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گردنه این بابا میندازه، آیا به نظر شما این نقشی نداره، نقش علنی و آشکار نداره بر اینکه این حکومت واقعا تشویق کننده تروریسم هست در من؟ بیش از این آقای چالنگی، اینکه به گواهی مسئولین وزارت اطلاعات بیش از 300 ترور
در دوره جمهوری اسلامی از مخالفین صورت گرفته، این یک بعد قضیه است. بعد دیگرش سازمانی به نام نیروی قدس سپاه، سازمانهای دوگانه‌ای مثل حزب الله رو در منطقه درست میکنه که هم حزب سیاسیان و هم اسلحه دستشونه، مثل حماس، اصحاب حق، حوثی‌های یمن و اصلا استراتژیش اینه که این سازمان‌ها دست به ترور میزنن. در همون حزب الله لبنان یادمون هست ابتدا عماد مغنیه در یک روز مقر تفنگدارای دریایی امریکا و سفارت فرانسه رو در بیروت با بمب و عملیات ویران کردن، صدها نفر رو کشتن. یا حکمی که قاضی دانیل، قاضی دادگاه فدرال جنوب نیویورک، صادر کرد به اینکه نیروی قدس سپاه با القاعده قبل از عملیات 11 سپتامبر، در جریان عملیات 11 سپتامبر و بعد از عملیات 11 سپتامبر ارتباط داشته و از این رهگذر برای 300 نفر از خانواده های قربانیانی که در اون پرونده بودن 6 میلیارد دلار حکم صادر کرده که از ایران بگیرن هر وقت که دستشون برسه و بتونن تامین اموال بکنن. و ده ها پرونده دیگه آقای چالنگی در دادگاه های امریکا باز شده، محکوم کردند نظام جمهوری اسلامی رو برای مشارکت در عملیات تروریستی علیه اتباع امریکایی در کل منطقه خاورمیانه. بحث فقط ایران و مخالفین نظام جمهوری اسلامی نیست. و ببینید، در یک نگرش کلان که نگاه بکنیم میفهمه آدم. به عنوان یک دانش آموخته تاریخ عرض میکنم، اتفاقی که در غرب 5 قرن پیش افتاد، ریشه‌هاش البته تا قرن 13 میلادی میره و عقب دوره رنسانس اول، ولی به تدریج عقلانیت مدرن، خرد نقاد خودبنیادی که چاقوی تیز نقادیش همه چیز رو میبره، آناتومی میکنه، از جمله مذهب رو، این خرد شد بنیان دنیای مدرن، شد بنیان تمام حقوق انسان جدید، دموکراسی های جدید از دلش در اومد. ضمن اینکه در اون سو هم علوم تجربی نوین متولد شدن، علوم انسانی متولد شدن و تمدن بشری رو با شتاب و سرعت زیاد در این چند قرن جلو بردن. بزرگترین شاید تحول تاریخ بشر بشه اسمش رو گذاشت. این اتفاق آقای چالنگی در غرب حوادث زیادی داشت، خون هم ریخته شد. در همون پاریس در یک شب در قتل عام سن بارتلومه 200,000 پروتستان به گواهی تاریخ به دست کاتولیکا کشته شدند، ولی عبور کردند ازش، آموختند و عقلانیت سرانجام به مصدر نشست، به کرسی نشست و دین رو هم تأدیب کرد و آدم‌های عاقلی به تدریج در طی این چند قرن گذشته آروم آروم حوزه امور عقل رو از حوزه ایمانیات جدا کردن. حاصلش تمدن درخشانی شده که الان خب این همه دستاورد داره. در دنیای اسلام آقای چالنگی این گذار هنوز صورت نگرفته. این زایمان دردناک دنیای اسلامی که به دنیای مدرن میخواد وارد شه. ولی من از این سو هم بگم، درست گروه های آدم کش مثل همین نیروی قدس سپاه یا حاکمین تهران یا اخوان المسلمین در قرائت یک عده از بنیانگذارانش و یا همین داعش و غیره، تبلهای پرصدایی هم هستن که اینطور تیغ به روی تمدن و بشریت میکشن. ولی به نظر من در ماجرای بهار عربی دیده شد در منطقه که خوشبختانه در دنیای اسلام طبقات جدید مدرن و رشدیافته ای هم داریم که از دستاوردهای مدرنیته و دنیای جدید دفاع می کنند و تو روی این واپسگراها می ایستند.
این بسیار بسیار جای خوشبختی داره و شخصا هم فکر میکنم در این ماجرای فرانسه که خب به پای مسلمون ها داره نوشته میشه، یکی از مسئولیت های سنگین به دوش خود مسلمان هاست که محکوم بکنن این کارا رو، تظاهرات بگذارن و انزجار اعلام بکنن، از با بشریت همراهی بکنن. آیا همینا کافیست آقای سازگاره یا دولتایی که باید به طور جدی مقابله کرد؟ من پرسش من از آقای موزده همین هست که نقش جمهوری اسلامی در گسترش تروریسم در منطقه رو چطور شما ببینید؟ در یمن رو جاپایی داره، در عراق داره، در مسئله فلسطین و همینطور در لبنان و ارتباطات با القاعده هم که دعای سازگارهای شرکه گزارش های مفصلی هم منتشر شده، خود شما هم بارها شرکه. ببینید آقای چالنگی، اینا از روز اول اومدن خطکشی کردن، تروریست های خوب آزادی بخشن، سازمان های آزادی بخشن، رهایی بخشن، و حالا تروریست های بد اونایی هم که با جمهوری اسلامی بدن. یعنی مثلا اینا گروه آقای ریگی یا گروه جیش العد، اینا رو میگن تروریست، مجاهدین خلق رو میگن تروریست، حالا با اشاره به ضوابط و سوابقشون، ولی در این حال گروه هایی که عین همونا عمل میکنن در جاهای دیگه اونا میشن خوب، تروریست نیستن. مثلا حزب الله که رفیق الحریری رو میکشه تروریست نیست، جورج هاوی رو میکشه، دبیرکل سابق حزب کمونیست لبنان، سمیر قصیر نویسنده برجسته رو میکشه، آقای جمعیل رو میکشه، پسر امین جمعیل. یعنی جمهوری ولایت فقیه اون تروریسم رو توجیه میکنه، چون هوادارانشن، ذوب شده در ولایتن و آدمایی رو میکشن که جمهوری اسلامی سوریه باشون بده. کاری که الان دارن وابستگان جمهوری اسلامی در سوریه میکنن تروره. شما وقتی میرید مردمانی بی سلاح رو در خونه شون میکشید، قتل عام میکنید، این تروره. برابری اینم تروریسمه. حالا گفت خیلی خوشبر و رو و پا بودن، لب خزینم لخ نشستن. حالا در سوریه هم دارن حزب الله درست میکنن. در عراق بعضی از این گروه ها مثل اصحاب اهل حق، مثل جیش المختار، واقعا وحشیان، واقعا وحشیان. بعضی از این عوامل 100 درجه بدترن از داعش. یعنی درست همونا با یک نفرتی سنی میکشن. چقدر از خلبانای عراقی رو کشتن، اینا تروره. چقدر از افسرای عراقی رو کشتن، اینا تروره. امامای مسجدای سنی رو کشتن، تروره. اینا جمهوری اسلامی از این نوع ترور حمایت میکنه. در افغانستان گلبدین حکمتیار یک نماد کامل تروره که کابل رو ویران کرد. یعنی این آثار از یاد نمیره. جمهوری اسلامی از او حمایت میکنه. وقتی بن لادن در پاکستانه، داماد گلبدین حکمتیار میاد از ایران، از بیمارستان بقیت الله العظم سپاه، دو تا دستگاه دیالیز براش میبره. این حمایت از تروریسمه. جمهوری اسلامی بعد از سقوط طالبان دروازه ها رو باز میکنه که تروریست ها برن عراق. این حمایت از تروریسمه. هر جا که ابو مصعب الزرقاوی دوبار در بیمارستان جنگی سپاه معالجه میشه، ببینید اینقدر تناقض در امر جمهوری اسلامی وجود داره. یه موقع پیکیکر رو میارن در ارومیه، جا بهشون میدن، آموزش میدن، خوبن. فردا که تغییر میکنه، اونا میان و پژاک درست میکنن، میشن تروریست. ببینید جمهوری اسلامی آقای میرزاده، ببینید الان 12 روزنامه‌نگار که در پاریس کشته شدن، حکومت ایران عملا در روز روشن روزنامه نگاران و نویسندگان و مترجمان رو دزدید، برد و بعد کشت. درسته. در خارج از ایران از دکتر شاپور بختیار، دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر سیروس الهی، تیمسار اویسی، دکتر عزیز ما فریدون فرخزاد، خلبان محمدی، دکتر کاظم رجوی، بای احمدی و همینطور شما بگیرید، کشتن زیر تشد دکتر شرفکندی، بله، دکتر قاسملو، بله. اما حالا دولت‌های غربی، شما یادتون هست در اواسط دهه 90 بود، حسنی مبارک هشدار داد، همین آقای حسنی مبارکی که بعدها بسیاری باش مخالف بودن،
هشدار داد به دولت‌های غربی که آقا حمزه المصری و بقیه که اونجا هستن آدم کشتن تحت بله تعقیب قانون دستگاه قضایی هستن، اینا رو باید برگردونی و اینها روزی برای خود شما درد سر میشن. بله کسی اهمیت نداد، گفتن ما دوستی گفت آقای چالنگی گفت این درخت سیبی که در نفل شاتو کاشتید حالا داره براتون سیبای انقدری میده، همینجوری براتون داره سیب میده، سیبای چپ و راست سرخ و سفید، الجزایری، مغربی، پاکستانی، نمیدونم چچنی، داره همینجوری سیب میده براتون. بله متاسفانه غرب این ببینید یه مفهوم حقوق بشر، یه مفهوم زیباست و همه ما هم باید با پرنسیپای این مفهوم قاطعانه بیستیم، اما آیا ابو قتاده به پرنسیپ های حقوق بشر اعتقاد داشت؟ مدعی بود که اگه بره اردن شکنجهش میکنن میکشنش، فرستادنش اردن، دادگاه اردن تبرئش کرد اومد تبرئش کرد، پس نشون داد دادگاه اردن خیلی عادله، درسته، شرایط مخففه هم قائل شد چون این اومد باشون همکاری کرد، اسمای تروریستا رو داد، خیلی کمک کرد برای اینکه اردن شبکه‌های تروریستی رو شناسایی کنه، بخشیدنش. میخوام بگم یه تصوری در غرب ایجاد میکنم، بله در اونجا شکنجه میشه، طرف میخواد بیاد دو تا انتحاری بفرسته، یک ساعت بعد بیاد 50 نفر رو بکشه، حالا اگر اونجا خود بیخوابی بهش دادن داد و بیداد بالا میره. آقا به این بیخوابی دادن حقوق بشر در گوانتانامو لطمه خورد، در گوانتانامو یک مش جانورن که اینا آدم کشن و اگه دستشون میرسید بشریت رو نابود میکردن، کما اینکه در یک دقیقه 4000 نفر رو در اون بودوغلوها دیدید به چه صورت دود کردن به هوا فرستن. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. چرا حسن روحانی پیشنهاد همه پرسی درباره مسائل مهم کشور را داده است؟ تا لحظاتی دیگه. آقای سازگارا، مسائل کشور یکی دوتا نیست، اما برای حل اون 35 ساله خب مسئولان مسئول بودن دیگه به هر حال، اما الان آقای حسن روحانی اومده پیشنهاد همه پرسی داده درباره مسائل عمده کشور. منظور چیه؟ نشونه چیه؟ نشونه روند رو به گسترش درگیری میون این دولت هست و جناح‌های دیگه قدرت از جمله سپاه پاسداران چی؟ کجا؟ قبل از اون آقای چالنگی، آقای روحانی در یک صحبتی طعنه آشکاری زد به سپاه و گفت ارگانی که اسلحه داشته باشه، دستبند داشته باشه، امکانات و غیره و حسابم پس نده، ابوذر و سلمان هم که باشه وقتی وارد اقتصاد بشه فاسد میشه. البته به فاصله یک هفته هم فرمانده کل سپاه هم دیگران گفتن نه منظور سپاه نبوده و رفاقت کردیم و از تو دولت هم این رو گفتن و سعی کردن که از کنارش ترشن. اما چندی بعد از اون آقای روحانی بحث رفراندوم رو در مسائل اساسی کشور به موجب اصل 56 قانون اساسی مطرح کرد. چرا این حرف رو آقای روحانی میزنه و چرا چون این چیزی رو میگه؟ به نوشته خبر آنلاین که این نوشته رو بلافاصله با حملاتی که نشریات سپاه و اصولگراها کردن دیروز برداشتن از روی خبر آنلاین، حرف تحلیل درستی کرده بود نویسنده که چرا در واقع سپاه، البته بدون اینکه اسم سپاه رو بیاره ولی همه نشونیهاش رو داده بود، چرا سازمان فساد پرور و فاسدین بزرگ ازش بیرون میاد. آقای روحانی ببینید، الان آقای چالنگی هیچ چاره ای نداره، به نظر من در این حد ایشون میداند، مشاورینش هم تا اونجا که من میدونم به ایشون ترسیم کردن براش که دورنمای اقتصاد در سال آینده بسیار دورنمای تاریکی است، غیر از درآمد نفت که سقوط کرده
و بشکه 40 دلار 41 2 دلار داره نفت ایران فروش میره، اونم 1 میلیون بشکه. سهل است آقای باب کراکر که رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا شد به جای آقای منندز از حزب جمهوری خواه، هم همین دیروز با صحبت کرد از اینکه در کنگره امریکا در مذاکرات باید بیاد دخالت کنه و دولت اوباما رو در واقع کنترل کنه، و آقای میچ مک‌کانل هم که رئیس مجلس سنا شده اعلام کرد که ما تحریم‌های جدید رو در دستور خواهیم گذاشت، برخلاف آقای حریری که نگذاشت. این هم یک دورنماست که با کاری که آقای خامنه‌ای کرد مذاکرات رو به بن‌بستشون. از سوی دیگه اون چیزی که وحشتناکه، تمام پول نفتم فرض کنید بره بالا بشه همون 2.5 میلیون بشکه و هیچ کدوم این تحریم هم نباشه، فسادی است که تمام ارکان اقتصاد کشور رو در بر گرفته تا بن دندان، از زیر عبای آقای خامنه‌ای تا ته سپاه پاسداران، از آقایون آیت الله های قم تا بسیج، در گوش و کنار کشور، در تمام ارکان اقتصاد کشور فساد سنگینی خانه کرده که هر روز شما یه عدد میلیاردی ازش میشنوید، 1000 میلیاردی دیگه واحد شده 1000 میلیارد. حالا در این شرایط آقای روحانی اگر مرد میدان باشه، من شخصا راستش چشمم آب نمیخوره، ولی اگر مرد میدان باشه برای درمان دردهای این مردم، یکی از منطقی ترین کارها این است که ایشون یک لایحه به مجلس بده، در این لایحه بگه آقا این سازمان هایی که در رأسش ستاد اجرایی فرمان 8 ماده امام زیر نظر آقای خامنه ای و بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، خاتم الاوصیا و غیره و غیره، اینها به موجب این قانون دولت تصدی میکنه، میگیره ازشون، به ملت واگذار میکنه تا ریشه این دخالت ها رو بکنه، در واقع کنارشون بذاره. طبیعی است این مجلس که خودش شریک دزداست این قانون رو تصویب نخواهد کرد. آقای روحانی میتواند اون وقت به آقای خامنه‌ای که به موجب قانون اساسی فرمان همه پرسی دست رهبری ارجاع بده، توپ رو در زمین ایشون بندازه و بگه که آقا شما باید فرمان همه پرسی بدی. اگر آقای خامنه‌ای بکنه این کار رو، اون وقت مطمئن باشید در یه همه پرسی مردم بیش از 99% چون رأی میدن که خب اموال این دزدا رو بگیرید و پیروز میشه و یه قدم مثبت برمی‌داره. و اگر نکنن که به احتمال زیاد هم نمی‌کنن، اون وقت ایشون میتونه هم به مردم پاسخی بده هم قدم‌های بعدی رو برداره و مقابله کنه. این اون مسیری است که با طرح مسئله رفراندوم که استفاده از یک ابزار قانونی است میتواند یک قدم مثبت باشه. اما باید ببینیم آیا آقای روحانی به سبک حضرات منبری ها یک حرفی زده مردم رو سرشون گرم کنه، یا به قول شما مردم ببره توی پارکینگی پارک کنه و بعدم بگذاره بره، یا اینکه واقعا قصد انشا داره به قول علما و میخواد که یک کار مثبت انجام بده. اون توصیه شما لازمش اینه که آقای روحانی اولا برنامه تفسیر خبر رو ببینه، بعدم گوش شنوایی داشته باشه. تفسیر خبر رو ظاهرا میبینن و به آمار وزارت اطلاعات خودشون میگن 58% مردم در جنبش سبز تفسیر خبر نگاه میکردن و میومدن در می آقایون نگاه میکنن. خود نزدیکانشون هم واکنشایی که نشون میدن کاملا معلومه که میبینن. آقای نوری زاده، این قرارگاه خاتم الانبیا الان به ذهن من رسید، شما یک جایی درست بشه اسمش قرارگاه خاتم الانبیاست، پیامبر اسلام، مرکز فساد، مرکز دزدی، مرکز مال یتیم خوردن، تمام اون چیزایی که آدم میگه خود پیامبر اسلام مخالفش بود، آیا این توهین به پیامبر اسلام نیست؟ آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی اهانت به اسلامه، اهانت به بشریت، به شعور انسانی است. مرحوم آقای شریعت مداری گفت، آقای بازرگان هم گفت بزرگترین قربانی این انقلاب اسلام و مذهب شیعه بود. ببینید یه نکته رو بذارید من بگم. آقای خاتمی اگه یادتون باشه دو تا لایحه برد مجلس، یکی حدود اختیار رئیس جمهوری بود، یکی هم تعریف جرم سیاسی.
البته آقا از بالا توی دهان زدن و حالا مجلس متفق با آقای خاتمی، مجلسی که باهاش بود، همراهش بود، اونجا صحبت رفراندوم مطرح شد، در بعضی از روزنامه ها به این مسئله اشاره شد، ولی خب تموم شد و رفت. و همطور که آقای سازگارا میگه، هیچ معلوم نیست آقای روحانی واقعا اینو از سر دل گفته باشه، ولی در این که آقای روحانی به بن‌بست رسیده تردیدی نداری. در این که آقای روحانی رویارویی با یک مجموعه هست که این مجموعه ها فلج کردنش، نمیذارنم کاری بکنه. آقا شما فکر کنید، من تصویر مملکت رو براتون میگم. آقای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان نشسته به امید اینکه پادشاه سعودی به رحمت خدا بره که قیمت نفت بشه 200 دلار. یعنی جوک مملکت در حالت جوکه، همه چیز طنزه، منتهای طنز تلخ دردآور. مملکت درست، آقای روحانی میگه رفراندوم. اگر واقعا آقای روحانی تو صادق بودی به اون 18 میلیون نفری که بهت بر دلیلی رأی دادن، ذره صفا و صداقت داشتی، میومدی میگفتی من این چند تا موضوع رو میخوام به رفراندوم بگذارم. حدود اختیارات رئیس جمهوری، که رئیس جمهوری واقعا چه اختیاراتی داره، مقام معظم رهبری، بنیادهایی که تحت نظر ایشون است، بگو اینا رو اعلام کن. آقای خامنه‌ای میگه نه، و شما ببین مردم چه جور ازت حمایت میکنن و چه جایگاهی نزد مردم پیدا میکنی. بنابراین انتقاد کردن از خود، از رژیم، اینا درد مردم رو دوا نمیکنه. رژیمی که نانوایی رو میگیره به خاطر اینکه نون بربری رو ارزون فروخته به 100 تومن، آخه این رژیم رو چیکار، کجاش دست بذارید؟ آقای چالنگی، الان یکی از بزرگترین پروژه های فساد عصر احمدی نژاد، همین پروژه شاندیز و آقای پهلوانی که در اونجا هست که ربطی هم با عباس عزیز ما نداره، در خراسان که آقای واعظ طبسی و آقازاده‌اش ناصرخان و علی آقا اینا پشتشن، شما نمیدونید اینا اونجا چی کار کردن. آقای نوری‌زاده، این واعظ طبسی که ظاهراً هم گوشه نشسته، به نظر گوشه است، ولی از هارون و رشید و بقیه مثل که ثروتمندتر شده در اونجا. نه اون که اصلا سلطنت کامل داره، باغ ملک آباد هم دست بیچاره محمد رضا شاه، سالی یه دفعه دو دفعه میرفت تو باغ ملک آباد یه روز میمون. حالا این در اختیار آقای واعظ طبسی، هواپیما اختصاصی داره، نوه‌شون رو میبرن در مایو کلینیک آمریکا به دنیا میارن که گذرنامه آمریکایی داشته باشه. شیخ عباس پاکوتا، من یادمه تو منزل آقای قومی که چای می آورد 5 تومن بهش میدادن جیبش که این یه خوده بهش بگن این بدبخت چون یه خودم ناراحتی داره علیله کمک بکنن. و سر روزخونی های تقسیم روزه، آقای حاج آقا محمود قومی، پسر آیت الله قومی، اینا دعوا داشته. اینا آقای خامنه ای میخواست بده کرمان، چون اونجا خب خیلی وضع خوبی بهشون رسیدگی میکرد. آقای واعظ طبسی حالا سلطان خراسانه، تمام صادرات به آسیای میانه دستشه، آقازاده‌هاش حکم میکنن، زمین‌های وقفی امام رضا رو که اصلا در تاریخ سابقه نداره تصرف کردن، به همین شرکت پدیده دادن و خانه سازی کردن، زمین‌هایی که متعلق به آستان قدس. بله آقای سازگار، یک دقیقه وقت داریم. حالا که صحبت رفراندوم شد، همه پرسی شد، با توجه به حرف آیت الله خمینی که پیشتر زده بود نسل قبلی برای ما حکومت انتخاب کردن، حق نداشتن، چرا یک مرتبه کل نظام رو بیان یک بار دیگه چه نمیان به رفراندوم بذارن؟ میدونم نمیکنن، ولی بسیار 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 حرف درستی شما میزنین. آقای خمینی در سال 58 حق داشت اگر رفراندوم میگذاشت که نظام سلطنت رو مردم میخوان یا نه، چون امتحان کرده بودن، ولی حق نداشت بپرسه جمهوری اسلامی آری یا نه، برای اینکه مردم نمیدونستن داخلش چیه. کما اینکه 6 ماه بعد که قانون اساسی پیشنویسش نوشته شد به رفراندوم گذاشته شد، 25% ریزش کرد اون عدد. الان هم کاملا حرف شما درسته، نسل جوان حق دارد بگوید به نسل ما که اگر همتونم هنوز موافقید با جمهوری اسلامی که قطعا نیستن، 8 میلیون نفر بیشتر نیستین از اون نسل. از 51 میلیون دارنده حق رأی، یک اکثریت مطلقی نه به جمهوری اسلامی رأی داده و اکثرشون هم بعد از اون اصلا به دنیا اومدن. بسیار حرف منطقی است که از این ملت پرسیده بشه در یک همه پرسی که آقا جمهوری اسلامی آری یا نه، یا کل قانون اساسیش آری یا نه.
یکی هم هست معادل آقای با هم دیگه. نوری‌زاده چرا نه؟ الان آقای روحانی بیان بگن آقا اعتماد به نفس مگه نداره؟ خدا شاید تاریخی میشه روحانی، نامش در تاریخ ثبت میشه. همچنین خود آقای خامنه ای اگر قبول بکنه این کارو بکنه، والله در تاریخ یک جایگاه والایی پیدا میکنه. همه این مسائل 25 سال هم مردم یادشون میاد. سپاس بسیار آقای نوریزاده در لندن و سپاس از شما آقای سازگارا در لس آنجلس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی روزی که همه مردم جهان بتونند با برخورداری از آزادی بیان، آزادی اعتقاد، عقیده و آزادی رأی زندگی بهتر و مرفه‌تر و روشن‌تری برای خودشون داشته باشن، به ویژه در ایران، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.